بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دکتر وسیم السیسی، کارشناس امور باستانی مصر، می گوید بنی اسرائیل در مصر نبوده که از مصر خارج شود و ماجرای شکافته شدن دریا برای حضرت موسی صحت ندارد. دکتر زاهی حواس، تاریخ شناس، هم هفته گذشته در مصاحبه ای گفته بود که هیچ مدرکی داله بر این که بنی اسرائیل در مصر زندگی کرده و دریا را شکافته و از آن خارج شدند وجود ندارد و آنچه در این باره گفته می شود تنها حدس و گمان است. وی درباره انتقادات به اظهارات جنجال برانگیزش گفت: من مسلمانم و به آنچه در قرآن کریم و کتب آسمانی در مورد ورود موسی و ابراهیم و یوسف به مصر و سپس خروج آنها از مصر آمده است ایمان دارم، اما من میگویم که در آثار باستانی مصر از پیامبران خدا خبری نیست و آثار و نقاشی های دیواری و حفاری ها چیزی که در کتب مقدس آمده است را تایید نمی کند. اداره بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM میگوید که از 21 تا 27 ماه آوریل 72,000 مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. IOM در تازه ترین گزارش خود گفته که 43,000 مهاجر از ایران و 32,000 مهاجر از پاکستان به افغانستان برگشتند. این نهاد مشخص نکرده که چه تعداد از این افراد به صورت اجباری و چه تعداد به شکل داوطلبانه برگشتند. اما از اواخر سال 2023 به این سو اخراج مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از مهاجران اخراج شده به افغانستان از مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی شکایت دارند. دانشمندان چینی سویه جهش یافته از ویروس ابولا را در آزمایشگاه تولید کردند که منجر به مرگ گروهی از حیوانات آزمایشگاهی شده است. به گزارش روزنامه بریتانیای دیلی میل، تیمی از محققان دانشگاه پزشکی هبی چین به یک بیماری مصری، یک پروتئین ویروس ابولا را که باعث پخش ویروس در بدن انسان می شود اضافه کردند. این ویروس جدید به گروهی از حیوانات آزمایشگاهی تزریق شد و در آنها عوارض بیماری شدیدی شبیه به ابولا مشاهده شد که نارسایی چند عضو از عوارض آن بود. از عوارض وحشتناک دیگر این بیماری جدید ترشحات چشم حیوانات آزمایشگاهی بود که به صورت پوسته‌ای روی چشم آنها قرار گرفت و بینایی آنها را مختل کرد. بر اساس آمارها، مصرف قهوه در میان ایرانیان طی سالهای اخیر افزایش یافته و واردات آن در سال 1402 با 75% افزایش به 148 میلیون دلار رسید. نوشیدن قهوه دیگر به کافه ها محدود نیست و بسیاری از مردم در خانه و محل کار هم قهوه می نوشند. با افزایش عرضه و تقاضای قهوه در ایران، قیمت آن نیز افزایش یافته است. افزایش مصرف قهوه در ایران تا حدود زیادی به تبلیغاتی که درباره فواید آن می شود ارتباط دارد. امارات، ویتنام، هند، اندونزی و اوگاندا کشورهای طرف معامله با ایران برای واردات قهوه هستند و 95% قهوه مصرفی از این کشورها وارد ایران شده است.